در شباهنگ امشب. کشته شدن اسامه بن لادن مهمترین خبر روز، بازتاب مرگ رهبر گروه تروریستی. دانشگاه‌های برتر جهان معرفی شدند. مروری بر فهرست برترین مراکز آموزش عالی در آمریکا و گفتگو با شهاب طلوعی، نوازنده، آهنگساز و خواننده ساکن پراگ. موسیقی ترکیبی فلامنکو ایرانی، سبکی تازه از شهاب طلوعی. سلام و درود فراوان به شما بینندگان عزیز و ارجمند صدای آمریکا. من بهنود مکری هستم و شباهنگ رو ظرف 45 دقیقه آینده اجرا میکنم. امشب هم گزارش‌های جذاب و متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم و همکار خوبم بیتا آریان هم در دقایقی با ما خواهد بود. از شما عزیزان دعوت میکنم تا ثانیه‌های پایانی با ما همراه باشید. خانم ها، آقایان، به شباهنگ خوش آمدید. کشته شدن اسامه بن لادن همچنان مهمترین خبر روزه. همونجور که شنیدید، خانه مسکونی که بن لادن در اون زندگی میکرد حدود 6 سال پیش ساخته شده بود. البته مشخص نیست از چه زمانی وی در اونجا پنهان بوده. ساعتی پس از پایان عملیاتی که منجر به کشته شدن بن لادن شد، مارک گروسمن، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور پاکستان و افغانستان، با نخست وزیر پاکستان ملاقات کرد. او امروز سه‌شنبه با یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه اون کشور هم به گفتگو نشست. البته سفر سه روزه آقای گروسمن به منطقه پیشتر برنامه ریزی شده بود. گیتا آریان گزارش میده. مشخص نیست که در دیدار دیپلمات آمریکا با نخست وزیر پاکستان با مقامات عالی رتبه وزارت امور خارجه پاکستان که فقط چند ساعتی پس از اعلام کشته شدن اسامه بن لادن صورت گرفت، عملیات آمریکا مطرح شد یا خیر. واشنگتن همواره به ارتباط برخی عوامل سازمان اطلاعات پاکستان با نزدیکان و یا حتی خود بن لادن مشکوک بوده است. اما دیروز یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت شواهدی از اینکه مقامات پاکستانی از محل اختفای بن لادن مطلع بودند در دست نیست. نه تنها یک شنبه پرزیدنت اوباما دستور اجرای عملیات را صادر کرد، بلکه به همراه شماری معدود از وزرا و مشاورین خود در اتاق مخصوصی در کاخ سفید اجرای عملیات را به طور زنده پیگیری کرد. شاید یکی از پرتشویش‌ترین اوقات زندگی افراد حاضر در اون اتاق بود. هر دقیقه مانند یک روز می‌گذشت و نگرانی اصلی پرزیدنت اوباما امنیت جانی نیروهای آمریکا بود. یک لحظه نگرانی بروز اشکال فنی یکی از هلیکوپترهای حامل نیروهای آمریکا بود که با انهدام عمدی آن در محوطه آن منزل مسکونی به جای گذاشته شد. اما بنا به گفته یک مقام وزارت دفاع آمریکا، مقادیر قابل توجهی اطلاعات شامل سخت افزار کامپیوتر از آن خانه جمع آوری و به واشنگتن منتقل شد. نگرانی دیگر این بود که آیا طبق تجزیه و تحلیل اطلاعات اسامه بن لادن عملاً در آن خانه خواهد بود یا خیر. به گفته مشاور امنیت کشور و ضد تروریسم پرزیدنت اوباما، فقط شواهد و علائم آن ساختمان و داشته‌ها و نداشته‌های آن بود که احتمال داده می‌شد فقط برای فردی چون بن لادن بوده باشد. این مشاور تصمیم پرزیدنت اوباما مبنی بر اجرای عملیات را تصمیمی پردل و جرأت خواند و معتقد است هیچ یک از رؤسای جمهوری معاصر آمریکا تا کنون با چنین تصمیم دشواری مواجه نبوده است. And then made what I believe was one of the most gutsiest calls of any president in recent memory.
بله، همونجور که خدمتتون گفتم دوستو، همکار خوبم گیتا آریان در استودیو با ماست تا درباره جزئیات بیشتر این عملیات نظامی صحبت کنیم. گیتا به سلام میکنم، مرسی از اینکه با ما هستی. خواهش میکنم. پارسال دوست، امسال آشنا. خوشحالم که بار دیگه یه موضوعی پیش اومده که شما افتخار دادین در شباهنگ با من. همیشه حاضرم بهنود. می‌خواستم زنگ بزنم گله کنم که دیگه سراغ من نمیگیری. بله، خوشحالم از اینکه با ما هستی. همه جا صحبت از این عملیاتیه که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن شده. فکر می‌کنم اینجا جا داره یه مقدار درباره نحوه و چگونگی این عملیات صحبت کنیم. واقعا چطور رفتن سراغ اسامه و به این صورت اون رو کشتن؟ خب از جمع‌آوری اطلاعات و تا به اون لحظه بگذریم، از لحظه‌ای که دستور پرزیدنت اوباما صادر شد شروع بکنیم. هلیکوپترها در افغانستان بودن، در یکی از پایگاه‌های آمریکا در افغانستان بودن، حدود 150 کیلومتر مثلا که اینا پرواز داشتن به این شهر عبت آباد، که یا شهرک عبت آباد در واقع باید بگیم، که محله عیان نشین بوده. همونطور که قبلا هم گفتیم یک سری افراد بازنشسته نظامی اونجا بودن. خلاصه یه مقدار شهرک برای خودش بود، خیلی شلوغ، جای رفت آمد نبود. به هر حال اونجا این منزل، حالا اسمشو بذاریم، که به صورت تقریبا مثلثی این محبت درست شده بود، میگن که وسعتش، بزرگیش 8 برابر خونه های دیگه توی اون محله و منطقه و شهرک بوده، و از لحاظ تدابیر امنیتی مثل دیوارهای خیلی بلند و سیم خاردار اصلا خارق العاده بوده. حتی روی یک طبقه رو بالکنش اونم باز دیوار کشیده بودن به بالا. به هر حال هلیکوپترهای آمریکا در تاریکی شب میان اونجا، فرود میان، و ساختمون دو قسمت بوده، یکی قسمت عمده و بزرگتر بود که بن لادن اونجا بود، طبقه دوم و سومش اون ساکن بود، بعد چندین خانواده کلن توی اون محبته بوده، تو ساختمون دیگه افراد دیگه با خانواده ها بودن، کلن 17-18 نفر توی اون مجموعه بودن. و در نشست این نیروهای سیل یا نوعی کماندو ها هستن، از همونجا شروع کردن به قسمت های مختلف خونه رفتن، و خب طبیعتا با مقاومت اونا ساکنین روبرو شدن، تیراندازی شروع شده. همینطور به همین ترتیب ساختمون به ساختمون، اتاق به اتاق، طبقه به طبقه اینها میرن، تا اینکه به هر حال در یک طبقه که اتاق خواب اصلی به نظر می رسیده بود باشه، چون که از همه بزرگتر بوده، اونجا بوده که خود بن لادن رو می بینن. دستور خب این بوده که حالا اگر مقاومت نکرد و دستگیر شد که چه بهتر، اگه نه که 100% باید کشته بشه. ظاهراً خب بن لادن مقاومت میکنه، میگن که یکی از زنها رو کشیده جلوی خودش به عنوان سپر گرفته، حالا یا خود اون زن اومده بن لادن کشیدتش جلوی خودش، یکی دیگه هولش داده، به هر حال مشخص نیست. اما نهایتا اونجا اون بالاخره بن لادن رو کشتن. در اون تا اونجا برسن به هر حال هر کسی مقاومت کرده بوده اونها رو کشتن، و فقط بن لادن رو بوده که از اونجا خارج کردن، با خودشون بردن. خب اینجا این پرسش برای من مطرحه، چون اشاره کردی که از افغانستان این نیروها رفتن تا رسیدن به این منطقه ای که ازش اس بردی. چطور نیروهای پاکستانی هیچ واکنشی نشون ندادن؟ بالاخره هلیکوپتر و این همه سر و صدا اونجا کسی نفهمیده. درسته، اتفاقا هلیکوپتر هم هلیکوپتر های چینوک بوده، ظاهرن که اینا خیلی پر سر و صدان. خب یک این که تونستن از رادار رو رد بکنن برای اینکه پایین پرواز کردن، بعد یک دشت بزرگیه، ولی خب طبیعتا بله توی اون شهرک سر و صدا زیاد داشته. کل عملیات همطور که بارها حتما بیرنده ها شنیدن 40 دقیقه تمام شدش، از نشست تا اینکه دوباره بلند شدن تو هوا. شانس آوردن یا به هر ترتیبی ارتش پاکستان بالاخره جتای جنگنده خودش رو، یعنی تا اطلاع بهشون میرسه و اینها دستور پرواز میگیرن، دیگه هلیکوپترهای آمریکایی دیگه وارد خاک افغانستان شده بودن.
و تونستن که به این ترتیب کار رو تموم کرده فرصتی بودن. فرصتی برای عکس العمل نبوده. همینطوره دقیقاً. خب اینجور که تو خبرها بود ظاهرا یکی از هلیکوپترهای آمریکایی دچار نقص فنی شده. آیا همونجا رها شده الان این شهرک یا این قلعه حالا یا این خونه چه وضعیتی داره؟ همینطوری که میگی یکی از هلیکوپترها همون اول متوجه شدن دچار اشکال فنی شد. خب طبیعتاً نباید این یک سخت افزار نظامیه به هر حال دیگه، منهدمش کردن، عمدن اون رو منهدم کردن. ولی خب با خودشون که نمیتونستن ببرن، همونجا گذاشتن. افراد اونایی که کشته شدن بودن، یه عده‌ای که خب زخمی شده بودن، اینها رو فردای اون روز ارتش پاکستان اومده و در واقع در اختیار گرفته کنترلش رو. و تا تقریبا 20 دقیقه پیش شنیدم که حتی افراد هم دولت افغانستان مقامات جمع‌آوری کردن و بردن در واقع بازداشت خودشون هستن. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم که این جزئیات رو با بینندگان ما مطرح کردی. امیدوارم خیلی طولانی نشه ما شما رو دوباره در شبانگ ببینیم. ان شاء الله. خواهش میکنم. دوستان عزیز، برنامه رو در بخش دیگری ادامه میدیم. الان که نه شرکت گوگل بازم خبرساز شده، ولی این بار در کره جنوبی. پلیس اون کشور پس از دریافت شکایت‌هایی از کاربران کره‌ای به منظور تحقیق درباره گردآوری غیرقانونی اطلاعات توسط نرم‌افزار تبلیغاتی گوگل، دفتر این شرکت را در سئول مورد بازرسی قرار دادند. این تازه‌ترین مشکل قانونی گوگل محسوب می‌شود و بازتاب گسترده‌ای هم در رسانه‌های منطقه داشته. جزئیات بیشتر این خبر موضوع گزارش بعدی ماست. دفتر شرکت گوگل در سئول روز سه‌شنبه سوم ماه مه به ظن جمع‌آوری غیرقانونی اطلاعات مورد بازرسی و تفتیش پلیس قرار گرفت. به گفته پلیس این اطلاعات توسط نرم‌افزار تبلیغاتی جستجوی این شرکت موسوم به ادموب که برای تلفن‌های همراه طراحی شده بود جمع‌آوری گردیده. به دستور پلیس کره جنوبی، مجموعه اطلاعات شخصی مربوط به محل استقرار کاربران نرم‌افزار ادموب برای بررسی بیشتر و به ظن جلوگیری از هر گونه سوء استفاده در این کشور توقیف شده. اونا گفتن به اینجا آمدن تا به توضیحات ما در مورد جمع‌آوری اطلاعات محل استقرار کاربرها گوش کنن. همونطور که هفته پیش اعلام کردیم، گوگل به دنبال گرفتن موافقتنامه از کاربرها در رابطه با اطلاعات مرتبط با محل اقامتشون بوده و تنها در صورت موافقت اونها این اطلاعات گرفته می شده. از زمانی که پلیس برای تفتیش ما به اینجا آمده، کمال همکاری رو با اونها داشتیم. در پی گزارش‌های هشدار دهنده پیاپی مبنی بر جمع‌آوری اطلاعات به منظور استفاده در برنامه‌های جستجوی اینترنتی که به شرکت‌های پیشرفته‌ای همچون گوگل و اپل تعلق دارد، کمیسیون تجارت فدرال آمریکا دستور بازرسی گسترده این شرکت‌ها و گزارش‌ها را صادر کرد. مسئولین اجرایی گوگل از توانایی ارسال آگهی‌های تجاری بر اساس محل اقامت کاربران حرف می‌زدند و گوگل پیش از این هم بارها به دلیل جمع‌آوری اطلاعات و استفاده از خودروهایی که برای تهیه نقشه و تصویر خیابان‌ها به کار گرفته بود در آمریکا و کره جنوبی تحت مجموعه‌ای از بررسی‌ها قرار گرفته است. حتی ماه گذشته بزرگترین پورتال‌های اینترنتی در کره جنوبی شکایتی را علیه گوگل طرح کردند که این شرکت در بازار جستجوی اینترنتی تلفن همراه در این کشور به طور غیر منصفانه و خفقان آوری عمل می‌کند. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن. طبیعت زیبا و تماشایی جنوب شیلی امتکاک هم نظیری رو برای گسترش گردشگری سازگار با محیط زیست در اون کشور فراهم کرده که میتونه الگوی مناسبی برای سایر کشورهای جهان باشه. از اعماق جنگل‌ها گرفته تا اوج یخچال‌های مرتفع،
دیدنی های فراوانی رو به دوستداران طبیعت عرضه میکنه. به اتفاق شما سری به شیلی میزنیم. اینجا یکی از دیدنی ترین مناطق آمریکای جنوبیه. آبشارهای جوشان و خروشان و جنگل‌های طبیعی پاتاگونیا، بخشی از منطقه حفاظت شده هویلو هویلو، زیر نظر بنیادی خصوصی به همین نامه که به حفظ محیط زیست و گردشگری سازگار با محیط زیست اختصاص داره. شمار گردشگران از این منطقه در جنوب شیلی به دقت کنترل میشه، ولی با این حال اقامت در اینجا به همون اندازه محیط اطرافش هیجان انگیزه. هتل باوباب به معنای واقعی کلمه یک خانه درختی غول‌پیکره که در سال 2007 در 8 طبقه بر فراز جنگل بنا شد. در دل این سازه چوبی یک درخت بومی به نام راولی سر به فلک کشیده و چشمانداز پنجره‌های این هتل هم مناظر طبیعی خیره کننده اطراف اونه. مفهوم کلیدی که در اینجا نهفته زندگی در طبیعته. کوه جادو اولین هتلیه که در این منطقه در سال 2004 ساخته شد و در میان آن فواره‌ای از جنس سنگ‌های آتشفشانی به چشم می‌خوره. حتی معماری اینجا هم از جاذبه‌های گردشگری محسوب میشه و این هتل‌ها اردوگاه اصلی برای سفر به دل این زیستگاه طبیعی 100 هزار هکتاری به شمار میرن. منطقه‌ای که در سال 2007 به عنوان یکی از 25 ناحیه طبیعی با ارزش و در معرض تهدید جهان در فهرست مناطق حفاظت شده یونسکو قرار گرفت. بزرگترین شگفتی برای گردشگران یخچال‌های طبیعی مرتفعی است که بین دو قله آتشفشانی در ارتفاع 2400 متری کشیده شده، جایی که بر فراز ابرهاست و چشم‌اندازی خیره کننده داره. گردشگران میتونن سوار بر وسایل نقلیه مخصوص حرکت روی برف به دهانه آتشفشانی موسوم به موچ و چوشنکو برن که تاکنون دو بار فوران کرده. ما از خوشترین بیابانهای جهان در آنتوفاگاستا در شمال شیلی اومدیم. برای ما دیدن برف و یخ در این وقت سال واقعا چشمگیره. دخترم تا حالا برف ندیده بود و این اولین تجربه شه که خیلی دیدنیه. در گرمای طاقت فرسای تابستان آمریکای جنوبی، این منطقه فرصتی منحصر به فرد رو در تمام طول سال برای ورزش‌های زمستانی فراهم کرده. هویلو هویلو یکی از پرطرفدارترین مکان‌ها در شیلی برای گردشگران خارجیه که سالانه حدود 25% گردشگرانی رو که از آمریکا، کانادا و اروپا میان به سوی خود جذب می‌کنه. این ناحیه پیش از این خاص صنایع چوب بود، اما به دلیل بحران مالی در سالهای 1999 و 2000 در استفاده از اون تجدید نظر شد و گردشگری سازگار با محیط زیست راهی بود که برای بهره برداری از منابع طبیعی این ناحیه بدون آسیب زدن به اونها ابداع شد. هویلو هویلو در وسط ناحیه موسوم به جنگل‌های بارانی و معتدل والداویان واقع شده و طرح‌هایی برای ساخت هتل‌های جدید در این منطقه در دست تهیه است که هدف از اون تبدیل هویلو هویلو به پربیننده‌ترین جاذبه گردشگری سازگار با محیط زیست در شیلی است. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن. برنامه شبکه خبری فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره‌ها مشاهده کنید. ماهواره نایل سات 7 درجه غربی، فرکانس 11.355 گیگاهرتز، FEC 3.4، سیمبول ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. ماهواره عرب سات EB2 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.585 گیگاهرتز، FEC 3.4، سیمبول ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. ماهواره آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4.40 گیگاهرتز، FEC 1.2، سیمبول ریت 20.4، پولاریزیشن افقی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی www.voapnn.com خط مبرب satellite.cfm دیدن کنید. فصل تازه حراج‌های هنری بزرگ در نیویورک آغاز شده. حراج‌خانه‌های سادبی و کریستیز آثار نفیسی از شاهکارهای هنری جهان رو به هنردوستان عرضه کردند. از جمله این آثار میشه به نقاشی‌هایی از پابلو پیکاسو، کلود مونه، هنری ماتیس و یا اندی وارهول اشاره کرد. بریم ببینیم جریان چیه. شاهکارهای هنری از ژانرهای متفاوت قرار است در ماه مه در آمریکا به حراج گذاشته شود.
پیشبینی می شود درآمد این حراج چندین میلیون دلار باشد. حراج خانه سادبی و کریستی مجموعی از آثار هنری را که قرار است در ماه مه به حراج گذاشته شود روز جمعه در معرض دید عموم گذاشتند. مجموعه نقاشی های امپرسیونیسم و مدرن که قرار است در سادبی به حراج گذاشته شود شامل 10 نقاشی پیکاسوست که گفته می شود در طول زندگی حرفه‌ایش از سال 1901 تا 1970 کشیده است. پیشبینی می شود یکی از تابلوهای پیکاسو که تصویر معشوقه اوست بین 25 تا 35 میلیون دلار آمریکا به فروش رسد. انتظار می رود دیگر اثر پیکاسو به نام کاپلو گیتار هم ارزشش تا 15 میلیون دلار افزایش یابد. سایمن شا رئیس بخش امپرسیونیسم و هنر مدرن حراج سادبی می گوید مجموعی که در ماه مه به حراج گذاشته خواهد شد کمتر نمایش عمومی داشته است. Private collections of long-standing, loyal Sotheby's clients, none of which has been seen on the market for decades. این حراج همچنان شامل آثار متفاوتی از چندین سبک مهم هنری از جمله اکسپرسیونیست، امپرسیونیست و سورئالیست است. حراج کارهای امپرسیونیستی و مدرن در سادبی قرار است سوم ماه مه برگزار شود و حراج نقاشی‌های معاصر هم یک هفته پس از آن. در حراج خانه کریستی در طرف دیگر شهر نیویورک علاوه بر نقاشی‌های پیکاسو، کارهای مونه و اندی وارهول نیز به چشم می‌خورد. نقاشی صنوبرها و زنبق بنفش مونه از مجموعه‌های خصوصی به این حراج رسیده است. پیشبینی می‌شود تابلوی صنوبرها بین 20 تا 30 میلیون دلار آمریکا به فروش رسد و تابلوی زنبق بنفش هم بین 15 تا 20 میلیون دلار. یکی از آثار معاصری که در حراجخانه کریستی به فروش گذاشته خواهد شد، کاری است که اندی وارهول در سال 1986، 6 ماه پس از مرگش از خودش کشیده است. گفته می شود این نقاشی ممکن است تا 40 میلیون دلار هم به فروش رسد. This is the last great self-portrait that is in private hands. There were 7 large-scale self-portraits and the other 6 are in museums or promised to museums. برت گریوی، نائب رئیس آثار هنری معاصر این حراجخانه می گوید فقط 7 پورتری بزرگ از اندی وارهول وجود دارد که 6 تای آنها یا اکنون در موزه هاست و یا قرار است در موزه ای به نمایش گذاشته شود. پورتری وارهول که در حراج کریستی به فروش گذاشته می شود، تنها نقاشی از این نوع است که علاقمندان می توانند میان مجموعه خصوصی خود داشته باشند. رتبه بندی دانشگاه‌ها در سطح کشوری و بین‌المللی همواره مورد توجه دانشجویان، استادان و پژوهشگران بوده. هر سال در چنین روزهای فهرست دانشگاه‌های برتر جهان که البته توسط چند مؤسسه مختلف صورت می‌گیره منتشر میشه تا دانشجوها با توجه به رشته‌های تحصیلی و معیارهای دلخواهشون بهتر بتونن در گزینش دانشگاه برای ادامه تحصیل تصمیم بگیرن. در رتبه بندی مراکز آموزش عالی شاخص‌های گوناگونی مد نظر قرار می‌گیرند و دانشگاه‌ها در رشته‌های مختلف و از جنبه‌های گوناگون ارزیابی می‌شن و رتبه‌های متفاوتی هم دریافت می‌کنند. در گزارش پیشرو نگاهی داریم به چگونگی رتبه بندی دانشگاه‌ها در سطح بین‌المللی و به خصوص در کشور آمریکا. هر سال در ماه‌های پایانی سال تحصیلی بسیاری از دانش آموزان دبیرستانی بی‌صبرانه منتظر انتشار فهرست دانشگاه‌های برتر می‌شوند تا برای ادامه تحصیل خود برنامه ریزی کنند. در رتبه‌بندی‌های جهانی دانشگاه‌ها که توسط مؤسسات متعددی صورت می‌گیرد، معیارهای گوناگونی در نظر گرفته می‌شود. از جمله میزان تأثیرگذاری و برتری از لحاظ پژوهشی، تعداد برندگان جایزه نوبل، بازده آموزشی، تعداد مقالات منتشر شده، سودآوری اقتصادی و شاخص‌های دیگری که دانشگاه‌ها را در این فهرست‌ها بالا و پایین می‌برد. یکی از معتبرترین رتبه‌بندی‌های دانشگاه‌های جهان توسط دانشگاه شانگهای جیاتانگ صورت می‌گیرد. آخرین فهرست منتشر شده توسط این دانشگاه مربوط به سال 2010 میلادی است
و نام دانشگاه‌های هاروارد، برکلی، استنفورد و ام‌آی‌تی در صدر فهرست 500 دانشگاه برتر جهان به چشم می‌خورد. در این میان، مؤسسات آموزش عالی آمریکا همواره در میان اسامی دانشگاه‌های برتر جهان حضور پررنگی دارند. به عنوان مثال، در رتبه‌بندی نشریه آموزش عالی تایمز لندن در سال 2011 از میان 20 دانشگاه برتر جهان در رشته مهندسی برق و الکترونیک، 12 دانشگاه در آمریکا هستند. در آمریکا، علاوه بر کیفیت کلی دانشگاه‌ها از لحاظ علمی و آموزشی، عوامل مختلف دیگری نیز در تعیین رتبه دانشگاه‌ها مؤثرند. از جمله برآوردهای مربوط به اساتید، نسبت تعداد دانشجو به استاد، سیستم پذیرش دانشجو، بورسیه‌ها، بدهی دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی و حتی امکانات تفریحی برای دانشجویان و کیفیت زندگی دانشجویی. از زمان روی کار آمدن پرزیدنت اوباما، توجه بیشتری به میزان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها نیز نشان داده شده است. امسال در فهرست دانشگاه‌های دلخواه دانشجویان در آمریکا، Desirable Universities، که نشریه معتبر نیوزویک منتشر کرد، دانشگاه هاروارد رتبه نخست را دارد و دانشگاه‌های ییل و استنفورد به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند. البته این رتبه‌بندی‌ها هر سال جنجال برانگیز می‌شود و با انتقادهای زیادی در عرصه آکادمیک همراه است. حتی در سال 1998، انجمن دانشکده‌های حقوق آمریکا رسماً خواستار پایان دادن به انتشار این فهرست‌ها شد و این گونه ارزیابی‌ها را خطرناک و گمراه کننده خواند. البته همین انتقادها و نگرانی‌ها باعث شده نشریات در رتبه‌بندی خود دقت بیشتری به خرج داده و معیارهای گسترده‌تری را مد نظر قرار دهند. گزارش سارا دهخان برای صدای آمریکا، واشنگتن دی سی. طرفداران موسیقی پاپ در پکن در یکی از بزرگترین کنسرت‌های هنری آن کشور شرکت کردند. این برنامه در استادیوم اصلی دهکده المپیک پکن و یا آشیانه پرنده ترتیب یافت و فرصتی بود برای شرکت راک رکوردز تا خوانندگان مطرح خود را به روی صحنه بفرستد. از پیتر اوتو از بزرگترین بازیگران سینمای جهان در جشنواره فیلم‌های کلاسیک TCM قدردانی شد. این مراسم در چاینیز تیتر هالیوود برگزار شد و گروهی از چهره‌های ناماشنای هنری هم در آن شرکت کردند. جسیکا آلبا، جسیکا بل، جیمی فلان و گروهی دیگر از هنرمندان و چهره‌های مطرح در برنامه ویژه‌ای که برای حمایت از بیماران مبتلا به سرطان سینه ترتیب یافت، شرکت کردند. این مراسم از میدان تایم اسکوئر آغاز شد و شرکت کنندگان با دویدن در مسیری به طول 5 کیلومتر به جمع‌آوری کمک‌های مالی برای مبارزه با این بیماری کمک کردند. I'm engaged. What? Will you be my maid of honor? Of course. مراسم فرش قرمز و اکران نخست فیلم کمدی برایدمید در لس آنجلس برگزار شد. در این فیلم جان هم و میا رادولف به ایفای نقش می‌پردازند. روایتی طنزآمیز از برگزاری مراسم ازدواج دو دوست که نظرات متفاوتی درباره این مراسم دارند. I had a dream last night that we went down. You were in it. What? You should just toss it back. I'm ready to party. I'm dead serious. Dead serious. Will you marry me? Yes. امشب با شهاب طلوعی، نوازنده، آهنگساز و خواننده ساکن جمهوری چک گفتگو میکنم. او که از کودکی نواختن موسیقی را آغاز کرده، در نهایت تصمیم گرفت تا به صورت آکادمیک به دنبال این رشته بره و
مدرک کارشناسی ارشدش رو در اسپانیا دریافت کرد. شهاب مدتی در ایران فعال بود و برنامه‌های مختلفی رو هم به روی صحنه برد. او در سال 2003 به جمهوری چک مهاجرت کرد و چند سالیه که در پراگ زندگی میکنه. شهاب بنیانگذار گروه موسیقی کوارتته و تلاش میکنه تا با نوآوری در آثارش سبک تازه‌ای رو به هنردوستان عرضه کنه. موسیقی ترکیبی فلامنکو ایرانی. آقای شهاب طلوعی، به شما سلام میکنم و درود میفرستم. مرسی از اینکه با ما همراه هستید. من هم به شما درود میفرستم و به تمام بینندگان گرامی برنامه‌تون و کانال وایس اف امریکا. شب خوشی داشته باشید و روز خوش در هر جا که هستید. آقای طلوعی، شما چرا تصمیم گرفتید ایران رو ترک کنید و در نهایت به جمهوری چک رفتید؟ اونجا چه کار میکنید؟ بهنو جان، من سعی میکنم این سوال رو یه مقدار کوتاه جواب بدم. جمهوری چک انتخاب من بود به خاطر موقعیت فوق‌العاده خوبی از لحاظ جغرافیایی که داره، دقیقا مرکز اروپا هست و همینجور که میدونیم خب موزیسین ها به خاطر شغلی که دارن احتیاج به سفر کردن خیلی زیاد دارن، دسترسی از جمهوری چک به کشورهای اروپایی مخصوصا خیلی آسون هست و این موقعیت رو من در اسپانیا نداشتم به خاطر اینکه نزدیکترین کشور به ما فرانسه بود که حداقل 1000 کیلومتر از ما فاصله داشت، ولی از چک به آلمان، به اتریش، به لهستان و اسلواکی و بیشتر کشورهای اروپا به راحتی حتی با ماشین میشه سفر کرد. این یکی از دلایل اصلی کاری بوده و دلیل دومش هم این بوده که چک با وجود کوچک بودن هنرمندهای خیلی بسیار زیادی رو در رشته‌های مختلف هنری، چه از لحاظ موسیقی، چه تئاتر و چه نویسندگانی مثل فرانس کافکا و غیره به دنیا عرضه کرده و یکی از پایتخت‌های مهم هنری اروپا است. درباره گروه کوارتت صحبت بکنیم. چه زمانی تشکیل شد؟ چه مراحلی رو طی کرده تا به اینجا رسیده و چند نفر عضو این گروه هستن؟ گروه کوارتت من از سال 2006 اولین صحبت‌های ما در حقیقت با گروهمون شروع شد برای جمع کردن این گروه. اولین گروه من تریو بود، یک گروه سه نفره بود و گروه کوارتت هم خب همینجوری که اسمش روش هست گروه چهار نفره هستش و این گروه در سال 2007 اولین بار جمع شد، ولی در آخر سال 2007 تغییراتی در گروه ایجاد شد که مجبور شدیم بیسیستمون رو عوض بکنیم و همینطور گیتاریست دوم رو و با این فرمی که الان گروه هست از 2008، از آغاز 2008 یا آخر 2009، از دسامبر آخر 2007 شروع کردیم به کنسرت گذاشتن با این گروه، با این فرمی که الان هست. درباره سبک این گروه برامون توضیح بده. پیش از برنامه با هم صحبت می‌کردیم، می‌گفتی سبک تازه‌ای داری روش کار می‌کنی، موسیقی ترکیبی فلامنکو ایرانی. حالا نمی‌دونم من این رو کامل گفتم یا درست دارم بهش اشاره می‌کنم، ولی واقعاً جنس کار شما چیه؟ چه ویژگی داره؟ بهنو جان، راجع به این پاسخ شما من باید کمی برگردم، فکر میکنم به عقب از لحاظ تاریخی. ببینید، موسیقی تلفیقی موسیقی نیست که من پایشو گذاشته باشم. یک تحولی هستش که در موسیقی ایجاد شده، به خصوص از دهه آخر دهه 60 و 70 و همینجور آغاز دهه 70 میلادی که عصر طلایی در حقیقت مدیا بوده. اون زمان هر کشوری میاد و یک یا چند موزیسین رو از کشورشون به عنوان نمایندگان اون کشور میفرستن به دنیا و معرفی میکنند و این موزیسین ها میاد موسیقی کشورشون رو، موسیقی فرهنگی اون کشور و سنتی اون کشور رو مخلوط میکنند با موسیقی جهان و ترکیب میکنند به اسم فیوژن. و این فیوز کردن یا ترکیب کردن موسیقی سنتی در حقیقت نشون میده قدرت موسیقیشون، قدرت تلفیق پذیری موسیقیشون رو با موسیقی دنیا. و این سوال همیشه از بچگی برای من بوده که چرا ما موزیسین جهانی در ایران نداریم، موزیسینی که در دنیا بشناسنش. اون زمان همیشه بوده، الانم هم هست، که ایرانی برای ایرانی میخوند، ایرانی برای ایرانی مینواخت. و همیشه برای من این سوال بود که چرا وقتی ما میگیم ستار همه اشتباه میکنن با سیتار هندی، چرا سیتار رو میشناسن ستار ایران رو نمیشناسن، چرا راوی شانکار موزیسین افسانه‌ای هند رو میشناسن موزیسین افسانه‌ای ما رو نمیشناسن، چرا پاکو دو لوسیا در دنیا معروف است، چرا موزیسین های بزرگ ما در دنیا معروف نیستن. و این یک به نظر من نقطه ضعف موسیقی ایران بود که این تبلیغ رو نکرد. یعنی موسیقی سنتی با
باید باشه، یک قدرت ما هست و باید حفظ بشه، ولی همیشه این رو فراموش نکنیم که کنار هر چیزی ما، هر چیزی رو که داریم، حتی این میز، حتی صندلی، همه حاصل تجربه و تجربه کردن و یافتن چیزهای جدید بوده. این چیزها رو همیشه کنار کسانی که سنت رو اسم کردن لازم هست کسانی باشن که تجربه بکنن و چیزهای جدید رو به موزیک یا به هر چیزی که در زندگی داریم اضافه بکنن. بدون این همیشه در جا خواهیم بود و به نظر من این هم هیچ معنی نمیده که هر تلفیق جدیدی خوب هستش. یعنی ممکنه بین صدها تلفیق، حتی کارهای جدیدی که خود من میکنم، شاید بینش 99% خودم دور میدازم، ولی حتی 1% اگه یک چیز جدید به موسیقی اضافه بکنه یا به دانش من اضافه بکنه، به نظر من ارزش تمام اون 99% رو داشته. به همین دلیل هم من همیشه به این فکر بودم که بخوام یکی از کسانی باشم که حداقل جزء معدود ایرانیایی که واقعا میشناسیم که بتونیم موزیکمون رو به دنیا نشون بدیم و فقط شنونده ایرانی نداشته باشیم. و تا اونجایی که میدونم، خب تو گروه ما یه شنونده خارجیش به مراتب خیلی بیشتر از ایرانی هست و ما دوست داریم که بتونیم خودمون رو هم به گوش ایرانی ها هم برسونیم، همونقدر که خارجی ها ما رو میشناسن. و این گروه با این عنوان تشکیل شده تا امروز و داره فعالیت میکنه در اروپا، حداقل به نحو رضایت بخشی شناخته شده هستش و ما داریم سعی میکنیم که بیشتر هم بشناسیمشون به دنیا. واقعا شما به موضوع مهمی اشاره کردید. من میخوام یه سوال دیگه در این رابطه مطرح کنم چون به نظرم مهمه. همین معرفی موسیقی ایرانی به مخاطب جهانی چه اهمیتی داره در این شرایط خاص و چقدر خوشبینی که بشه به این مهم دست پیدا کرد، یعنی مخاطب بین‌المللی برای موسیقی ترکیبی ایرانی داشت؟ ببینید، موسیقی تلفیقی ایران یکی از قسمت‌هایی هستش که ما باید خیلی روش کار بکنیم. یک فرهنگ خاصی رو لازم داره که ما بفهمیم که موسیقی رقصی جای خودش رو داره و موسیقی سنتی جای خودش رو داره و باید باشن و همینجور این بین این دوتا موسیقی تلفیقی باشه. هیچ کس به نظر من خب هر کسی به قول معروف کاری رو که میتونه از دستش برمیاد انجام میده، ولی من این رو شخصا تایید نمی کنم که ما بخوایم در نظر بگیریم که ما اگه ستار رو برداریم به جاش گیتار دست بگیریم یا دف رو برداریم به جاش درام بزنیم و نی رو برداریم به جاش فلوت بزنیم و نمیدونم عود رو برداریم به جاش گیتار بیس بزنیم، این موسیقی تلفیقی نمیشه. موسیقی تلفیقی موسیقی هست که بتونه دو تا فرهنگ رو، دو تا زبان رو، دو تا موسیقی رو، حالا هر چیزی رو کنار هم بگذاره بدون صدمه زدن به هیچ کدوم از این دو تا، حالا یا دو تا یا سه تا فرهنگ مختلف رو. این فرهنگ در اروپا، در آمریکا سالهاست که الان جا افتاده. شما ببینید که موزیسین هایی هستن که جاز رو، جاز سنتی می نوازن و کنارش هستن کسایی که فیوژنیست هستن و موسیقی جدید رو کار میکنن. ما اگه بیایم ستار رو بخوایم برداریم جاش گیتار بزنیم رو موسیقی سنتی با همون قیافه بشینیم و همون ستار رو بخوایم به صورت فقط برش داریم و گیتار بنوازیم، در حقیقت لطمه داریم میزنیم به موسیقی سنتی خودمون. موسیقی سنتی باید موسیقی سنتی بمونه همونجوری که بوده و کنارش ما باید یک سبکی رو بیاریم که المنت های موسیقی ما رو داشته باشه و المنت موسیقی، حالا هر میخواد جاز باشه، میخواد فلامنکو باشه، این دوتا رو بدون لطمه زدن به همدیگه، کنار همدیگه بتونه و قدرت هر کدوم و مکالمه بین این دوتا فرهنگ رو بتونه و هم نشون بده. این چیزی هستش که ما دنبالش هستیم، بدون اینکه بخوایم لطمه بزنیم به موسیقی های نه سنتی که هست. چون سنت یه مقدار نگاه بکنیم از طرف مقابل، سنت همیشه ریشه داره تو فرهنگ، ریشه داره توی تاریخ و اگه شما نگاه بکنید ببینید، ما اگه بخوایم از طرف مقابل نگاه بکنیم، کسی ما بخوایم موسیقی فلامنکو رو بزنیم، همیشه یک کپی هستیم. مثل این میمونه که یک اسپانیایی بخواد موسیقی ایران رو بنوازه، هیچ وقت شما نمیتونید از یک اسپانیایی انتظار داشته باشید که موسیقی سنتی ما رو بهتر از ایرانی بفهمه و بنوازه، واسه اینکه این ریشه توی فرهنگ، ریشه توی سنت، ریشه توی تاریخ و زندگی کردن تو این فرهنگ رو لازم داره. به همین دلیل هم ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که این دو فرهنگ رو کنار هم بگذاریم و بین هم دیگه مکالمه بکنیم. یعنی برداریم تکنیک های واقعا قوی که در این سبک وجود داره، در سبک فلامنکو، در سبک ایرانی، و کنار هم دیگه این دو تا رو با هم بتونیم مکالمه بکنیم. یک چیزی که راجع به بنوجات سوال کردی راجع به اینکه چه جوری میتونیم، ببین این باز یک فرهنگ بسیار غنی لازم داره، راجع به گوش کردن موسیقی، فهمیدن موسیقی،
مطالعه کردن در تاریخ موسیقی. ما نگاه میکنیم به فلامنکو، خب در اسپانیا فلامنکو رو یک سبکی میدونن که بسیار تحت تاثیر موسیقی عربی قرار گرفته. قبول عربی بسیار تاثیر بالایی در فلامنکو داشته و این شکی نیست. ولی فراموش نکنیم که جیپسی ها، کولی ها ریشه‌شون از کجا هست؟ کولی ها از هند هستن، هندی هایی هستن که مهاجرت کردن از هند، از کل ایران گذشتن و دو شاخه شدن، یک شاخه رفتن به سمت بالکان، به سمت ترکیه و الان در قسمت مرکزی اروپا ساکن هستن، در کشورهای رومانی، در کشورهای بلغارستان، و گروه دوم رفتن به کشورهای عربی از شمال آفریقا، مروکو و مراکش، و رفتن به اسپانیا و اکنون در ساکن جنوب اسپانیا هستن. اینها رو فراموش نکنیم که اینها در راه خودشون هم تلفیقی، یعنی برداشتن تاثیر موسیقی های محلی. شما که نگاه بکنید به فلامنکو، برای اروپایی که نمیتونه تشخیص بده فرق موسیقی ایرانی و عربی و هندی رو، خب همه وقتی الان این تبلیغ روی موسیقی عربی هست، خب همه فکر میکنن این موسیقی عربی است، ولی شما واقعا وقتی بهش نگاه بکنید، رده های موسیقی هندی رو توش پیدا میکنید، رده های موسیقی ایرانی توش پیدا میکنید، رده های موسیقی یهودی توش پیدا میکنید، سفاردیک موسیقی کلاسیک و موسیقی محلی اسپانیا رو به قدرت توش پیدا میکنید. و این احتیاج به فهم داره، احتیاج واقعا به مطالعه کردن داره و همچنین ساپورت کردن داره. هیچ هنرمندی در حتی ورزشکار، هر هنرمندی یا ورزشکاری و حتی دانشمندی بدون ساپورت از کشور خودشون، از طرف مردم خودشون، مسلماً به هیچ جا نرسیده. این احتیاج به این داره که مردم بتونن این رو حمایت بکنن. درسته. و به قول معروف پخش بکنن برای کسایی، نشون بدن به دوستای خارجیشون این موزیسین ایرانی هست، این ورزشکار ایرانی هست، این دکتر ایرانی هست. یک مقدار بیشتر ساپورت بکنن تا بتونن که ما هم که داریم با به قول معروف با قدرت خودمون سعیمون رو می‌کنیم، بدون اینکه ساپورت، متاسفانه هیچ باعث افتخار نیست که بخوایم بدون ساپورت دنبال این کارها بدویم. و تنها چشم داشته ما این هستش که بتونیم این ساپورت رو از مردممون داشته باشیم که حداقل تا جایی که میتونن ما رو حداقل از لحاظ معنویشون پشتیبانی بکنن. شهاب عزیز، شرکت در برنامه شباهنگ سپاسگزارم. مرسی از اینکه در شهر پراگ با ما همراه بودی. برات آرزوی موفقیت میکنم در ادامه فعالیت‌ها و برنامه‌هایی که در پیش داری. شاد باشید همگی. متشکرم. دوستان عزیز، ما هم برنامه شباهنگ رو با پخش یکی از اجراهای گروه کارتت به رهبری شهاب طلویی به پایان می‌رسونیم. امیدوارم روز و شب خوبی در انتظارتون باشه. تا فردا. از رفت و زرم دور شدید و بگریزی دیوان.